اولین تست و بررسی پورشه توسط منسالار ریویوز از ارزون ترین ماشین پورشه توی سطح دنیا و البته یکی از گرون تریناش توی ایران بدجور سکسیه. پورشه ماکان 2017 9 کلید فول فول فولش. مرسدس و بی ام و اینجا هستن. پورشه یه دیگه تاپ‌ترین حالت ممکن از ماکان که میشه توی ایران گیر آورد. شتاب 0 تا 100 لانچ کنترلی که داره اصلا یا اینجوری جمع میکنه بوم ول میکنه میره جلو. خط ترمز و کیفیت رانندگی یه کاری با تو میکنه که شما دیوانه بشین از این معکوسایی که میکشه. دنیای آپشنی که داره صندلی رو دیر میلرزونه که انگار بلنده اینجاته، یعنی بلنده رو گذاشتن که کلیه هاش و اون حسی که میتونید پشت یه ماشین پورشه تجربه کنین رو با من همراه باشید. همونطور که فروچو لامبورگینی از تراکتور سازی رسید به برند خودروسازی لامبورگینی و لامبورگینی میورای افسانه‌ای، فردینان پورشه از تراکتور سازی و البته تانک سازی رسید به برند پورشه. سال 1931 و یه برندی رو پایه‌ریزی کرد که از بنز و بی ام و بالاتر و در حد سوپر اسپورت‌های مثل لامبورگینی و فراری اینا رقابت می‌کنه با اصالت خاصی که داره. اصالت چرا میگم؟ شما ماشین پورشه ای نمیبینین که این چراغ قورباغه ای رو نداشته باشه، امکان نداره. حتی توی پورشه تایکانی که کاملا الکتریکی است و چند وقتی خیلی هم ترند شده، همین چراغ قورباغه ای با یه سری تغییرات بازم تکرار شده و این اصالت از قدیم الایام توی پورشه مونده و همچنان هست. پورشه ماکان 2017 نسخه 9 کلید فول ترین حالت ممکنه، چون 9 کلیدام باز اختلاف آپشنی دارن و خیلی هاشون هم هستن که اصطلاح نمایشگاهی بهشون میگن که رفتن اتاق عمل، یعنی آپشناشون بهشون اضافه شده توی ایران، فابریک نیستن. این ماشین دست بهش نخورده، یعنی اصلا هیچ گونه تغییراتی روش نداشته و همه چیش فابریک، کمپانی سفارش آلمان هم هست، جی سی سی نیست. از جلوی ماشین که شروع کنیم، رادار ماشین این قسمت هستن، سپر ماشین چندین نوع سپر ما برای ماکان داریم. توی ایران عموما دو نوعش هست که این نوعش برای نسخه فولترش هست. داخل جلو پنجرهش بسته میشه اون ورودی هوا به سمت رادیاتورش، مثل ماشین مثلا سری 7 که چند وقت پیش بررسی کردیم. کاپوتی که همون استایل پورشه، این جلو شکم خمش زیاده و 4 تا خط روش نقش بسته و یکی از جذابترین و خفنترین لوگوهایی که میتونین شما توی خودروسازی ببینین لوگوی پورشه، مثل لوگوی فراری، مثل لوگوی لامبورگینی. اینا واقعا لذت بخش موقعی که شما میبینین. اینم بگم که پورشه زیر مجموعه امپراتوری فولکس واگن است. فولکس واگن بزرگترین مولتی برند خودروی دنیا، این یکی از برنداشه تازه، مثل لامبورگینی، دوکاتی، بوگاتی، سئات، آودی، خود فولکس واگن و خیلی های دیگه. توی بغل این ماشین شاهد رینگای زوم هستیم، بهشون میگن زوم این رینگا، و 21 اینچ رینگ داریم ما. لاستیک جلو با عقب پهناش فرق داره، جلوی 265-40-21، عقبی 295-35-21، 295 پهنای لاستیک. این هوا طراحی تخم مرغی ساده ساده، اصلا پورشه وارد خطوط شکسته و عجیب غریب نشده تا حالا، نمیگم نمیشه چون شاید یهو شد، ولی توی بغل کلن همه چی جمع و جور. و یه حسی که من از ماشین پورشه دارم همیشه، انگار همیشه آماده هستن که مسابقه بده فرار کنه. ارتفاع خوب، رینگای بزرگ و اون حس اسپورتی که بهتون میده، اصلا ماشیناش قرار نیست که ماشین خسته کننده باشن. با اینکه پورشه ماکان و پورشه کاین و البته پانامرا خارج از اون اصالت اصلی پورشه که کوپه بودن و 911 بودن بود درست شدن، ولی بازم پورشه هستن. یه نکته که یادم رفت بهتون بگم، توی این ماشین مثلا این پای آینه دو شاخش یه آپشن محسوب میشه. انقدر که تنوع آپشنی توی این ماشین زیاده و دست مشتری باز گذاشته پورشه، توی ایران هم همین جوری هست. شما پورشه ها رو که میبینید انواع آپشن ها، انواع امکانات،
تریمای مختلف، رنگای مختلف داخل، بیرون، انواع سپرا، خروجی اگزوزا، هر چی که شما فکرشو بکنی. این نسخه‌ای که اینجا هست جمعا شاید بگم 10-15 تا تو ایران هست. بلک پک فول کامل کاملش هست که بهتون میگم چه آپشنایی هم داره. توی قسمت عقب چراغایی که گرافیک 3D دارن که تو نسخه‌های جدیدترش یعنی فیس لیفت شدهش به هم پیوسته هستن، خیلی هم خوشگله. اینم بهتون میگم پورشه ماکان کلا یه نسل داره، همین نسل، و دارن روش کار میکنن که توی سال بعدی نسل دومش بیاد. یه طراحی کاملا ساده، گلگیر، برآمده دی ان ای پورشه دار، یعنی اصلا اون حسال پورشه 911 رو شما اینجا میبینین توی همین چراغه، توی ساده ولی بعد جور چشم نم، مخصوصا تو شب. یعنی شما امکان نداره تو شب ماشین پورشه رو ببینی و به وجد نیاین، قدیمی نمیشن. حتی اون خیلی مدل پایینش هم بازم جذاب هستن. گلگیر برآمده‌ای که اینجوریه از عقب، یعنی ماشین یک کراس‌اوور کوچیک که ارزون ترین محصول پورشه هم محسوب میشه، بازم اون حس اسپورت رو داره و یه باله عقبی که خیلی گنده نیست، عقب شیبش زیاده، اون حالت کوپه مانند رو براتون رعایت میکنه. رقیبای این ماشین میشه بی ام و ایکس 4 توی ایران تا حدودی، ولی مرسدس جی ال سی هم میشه که همین چند وقته بررسی کردیم، جی ال سی کوپه یا جی ال سی معمولی دوتاشون میشن. و این ماشین به خاطر پورشه بودنش همیشه قیمتش بالاتر از ایکس 4 بوده توی ایران و کلا توی دنیا برند پورشه نسبت به مابقی برندهای آلمانی افت قیمتش خیلی کمتره که هیچ. توی بعضی نسخه مثل 911 ها قیمت میره بالاتر، یعنی شما ماشینو میخرین قیمتش افزایش پیدا میکنه تو کل دنیا، حالا ایرانو بماند. توی نمای عقب سادگی هرچه تمامتر، هیچ عجق وجق بازی نیست. لوگو پورشه اینجا که خود مالک اومدن اونو سواروفسکی کار کردن، پورشه اینجا و ماکان هم پایین ترش، خیلی ساده. 4 تا خروجی اگزوز داریم که بدجور سکسیه. یعنی ببینید وقتی من ماشین باز میشینم اینجوری نگاش میکنم، پهنای 295 لاستیک با 2 تا خروجی اگزوز، فقط این نما، آره دیگه خودتون میدونین چی میگم، واقعا اینجوری میشه، خیلی سکسی و جذابه. این تیکش دیوانه کننده است. صندوق عقب اینجا خبری ازش نیست، زیر برف بکنه شیشه عقب میزنی صندوق میاد بالا براتون. برخلاف این که قیافه ماشین یکم کوچیک میزنه، ولی صندوقش بزرگه و کاملا اوکی و جادار برای کلاس خودش، کاملا ساپورت میکنه. 2 تا دکمه اینجا داره که شما میتونین باهاش سیستم تعلیق ماشین رو پایین یا بالا ببرین برای موقعی که بارگیری میکنین. اینجوری میاد پایین و با اون یکی هم دوباره میره بالا، براتون ارتفاع میگیره. سیستم تعلیق این ماشین ادپتیو و همه آپشن‌ها رو دیگه خلاصه داره. خروجی اگزوز توی نسخه‌هایی که کیت اگزوز ندارن یا حالت مستطیلیه، ولی میان توی ایران دستکاری میکنه، از این کثافت‌کاری توی ایران خیلی زیاده برای آپشن ماشینا. این زیر یه زاپاس داریم که حالت معمول باد نداره و باد میشه بعد میندازیم روی ماشین، که با پمپ باد یا هر چیزی که روی ماشین هست باد میشه و میتونید ازش استفاده کنین. و جنس موکت اینجا و اون استیلی که اینجا کار شده برای اینکه خط و خش نیفته روی اینجا، پورشه هست دیگه، هیچی نگیم بهتره. دارم میجوشم، بریم سراغ مشخصات فنیش. کلن 4 تا تریم موتوری برای پورشه ماکان داریم: ماکان معمولی، ماکان اس، ماکان جی تی اس و ماکان توربو. ضعیف‌ترین نسخهش وارد ایران شده، حالا به خاطر داستان مزخرف واردات و از این چرت و پرتایی که خیلی وقت همه مردم اسیر کرده. به هر حال موتور 2 لیتری 4 سیلندر توربو شارژ که 252 اسب بخار و 370 نیوتن متر گشتاور رو به وسیله گیربکس 7 سرعته 2 کلاچه فوق‌العاده سری به 4 چرخ منتقل می‌کنه. لانچ کنترل هم داره و فقط دوست دارم برم باش 0-100 بزنم. قبل اینکه 0-100 رو بگم، نسخه توربوش که قوی ترین نسخه هست 3.6 لیتری 6 سیلندر توین توربو هست که 434 اسب بخار قدرت بهتون میده. 434 اسب بخار. حالا کمپانی گفته که این ماشین موتور 2 لیتریش ماکان معمولی توی 6.7 ثانیه از 0 به 100 میرسه. بریم تست کنیم و برگردیم. دنده رو میذاریم روی حالت MOD، چون MOD با همن کنار هم و حالت رانندگی روی اسپورت پلاس که وقتی میزنیم ارتفاع کم میشه، صدای اگزوز عوض میشه، کلن همه چی آماده
تیکاف و شتابگیری. چه لانچی، چه لانچ. اوف، 6.99 هفت، یعنی لانچش بی نظیر. فقط موتورش چون کوچیکه، گشت و ورش خیلی بالا نیست، نمیتونه شتاب آنچنانی. ببین لانچش واقعا برگریزون بود، اصلا یه چیز عجیب غریبی بود. 7 ثانیه، 6.99 همون 7. لوگوی پورشه که روی کاور موتور نقش بسته و میل تعادل داریم. آه چه میل تعادلی، اصلا خودش شبیه اصلا قوطی‌های 4x4 میمونه و تقویت هم شده بغلا. اصلا آدم نگاه میکنه خود به خود حس میکنه ترسناکه. تازه این کوچولوترین موتوریه که پورشه میتونه روی یه ماشین سوار کنه. پورشه موتور داره که 3.7 لیتر تنفس طبیعی 6 سیلندر فلت هست، 450 اسب بخار تنفس طبیعی میده. 450 اسب بخار. در ماشینی که باز میکنم، یکی از جذابترین داخل کابینایی که یه ماشین باز میتونه تجربهش کنه همین پورشه هست. حالا تازه این ارزون ترینشه. پورشه های پانامرا و پورشه کاینی که قبلا بوده و 911 و کررا حالا یا باکسر، هرچی که از همشون پورشه دیوانه کننده هست. از اول بیام براتون بگم که تا اینجا آپشن توی ماشین هست و همه چی شخصی سازی شده، از کربن فایبر روی در، از متریالی که شما حسش اصلا دیوونتون میکنه، همه چی درست و حسابی با کیفیت و محکم، چرم شلوول توش به کار نرفته، کلیدایی که به زیبایی هر جای تمام‌تر اینجا نقش بسته، دستگیره بزرگی که اینجا هست و کیفیت خیلی خوبش، مموری سیت داره، سیستم صوتی برمستر داره و به صورت بیسیک داخل پورشه ها ترکیب قرمز و مشکی هست. حالا اونایی که توی بازار هست بعضیشون هستن فول قرمز هستن، بعضی ترکیب کرم دارن، ولی این ماشین کامل مشکی، یعنی فول بلک بیرون و داخل. یه جوری میتونیم بگیم exterior and interior is full black pack. اینجوری همه چی مشکی. پشت سری لوگوی پورشه داره که این باز خودش یه آپشن محسوب میشه. تو انواع جهت‌های مختلف صندلی تنظیم میشه که اصلا قابل ذکر نیست، انقدر زیاده. چرم با کیفیت صندلی‌ها و اون استایلی که داره اینجوری. سوار ماشین که میشم، اول از هر چیزی صندلی بغلت میکنه، انقدر که راحت و حسال خوبی داره. فرمون که کربن فایبر روش کار شده و فوق‌العاده قشنگ، فوق‌العاده جذاب و سکسی. شیفترهای پشت فرمون فقط توی رانندگی بهتون میگم که چه حسال خفنی داره. و دست راهنما برف باکن طراحی بالا خفنی که دارن. تازه متریالشون به مثلا ماشینایی مثل پانامرا و کاین اینا نمیرسه 911، ولی بازم پورشه است. آشغال بازی و گدا بازی اینجور چیزا توی متریال نمیبینیم ازش. فرمون این پایین به صورت خیلی ریز دکمه‌ای بالا پایین میشه و خبری از اهرم دست اینجور چیز، همه چی برقیه. اولین چیزی که داخل حس غرور بهتون میده و اصلا کلن خودتون رو خاص میبینین از بقیه، دیدن این لوگوی پورشه جلوی خودتون هست. وقتی اینو میبینین مرسدس و بی ام و اینجا هستن، پورشه میاد اینجا یهو، یه چیز دیگه است. و توی دنیا هم اینجوریه، اونا اگه برند پریمیوم باشن این سوپر پریمیوم محسوب میشه، یه لول از اونا بالاتر هست. اون استایل فرمون، اون طراحی که داره، اون لذتی که دقیقاً برای تو طراحی شده. 3 تا کلاستر داره وسطی دور موتور که دقیقاً تو چشته، و آنالوگ سمت چپی سرعت، دوباره آنالوگ، و سمت راستی دیجیتال هست که به صورت خاموش یه ماکان روش نوشته شده و لوگوی ماشین به صورت سایه خیلی کمرنگ. و وقتی که شما میخواین تنظیماتش رو انجام بدین، یه دونه حالت توپی موس داره اینجا، باش میتونین بین نویگیت و سایر اطلاعات، شاید یه دریای اطلاعات از ماشین این ور اون ورش کنین. و ما میذاریم روی اون حالتی که
چهارچرخ محرکه و درجه تقسیم نیرو رو بهمون میگه. 11600 تا کار کرده این ماشین، یعنی اولا هیچی دیگه جز شاید هم کم کاره ایرانه. متریال اینجا یه متریال چرم درست حسابی و با کیفیت، نرم و شلوول نیست که فقط متریال نرم گذاشته باشن. و کرونوگرافی که اینجا هست نمیدونین چقدر لذت بخشه. داخل کرونوگراف، داخل کلاستر با کمربندان ست قرمز، مابقی کلا مشکی، اینا همشون سفارشی، کربن فایبر روی داشبورد. و اصلا نگاه میکنم اینجا رو میگم گور بابای هرچی ماشین مونیتوردار اینجور چیزا، دکمه ها رو، یعنی انقدر اینجا دکمه ریخته اگه یکی که مثلا ماشین بازی گیج میشه، اصلا دیوانه کننده است. از قسمت تهویه مطبوع کل دکمه ها اینجا هستن و قابل دسترس، یعنی شما دو بار اینا رو استفاده کنید دیگه لازم نیست موقع رانندگی همه رو پیدا میکنید. مثل مونیتور و تاچ، یه مونیتور کوچولو داره خیلی ریزه میزه، یه پورشه زیرش نوشته شده، کلیدا هم دوباره همین جوری ناب و کلیدای فیزیکی هستن، یه خبری از لمسی بازی اینا زیاد نیست. و اون قسمت کنترل صندلیاش، قسمت نه کلیدی که میگن نه کلیدش برای چیه؟ از سمت چپ و اولی میریم شروع میکنیم، حالت رانندگی اسپورت، حالت اسپورت پلاس، که اصلا کلا این ماشین بهت نمیگه من قراره غیر از اسپورت و اسپورت پلاس باشم، باید روی اسپورت دوبار بزنی که بره روی حالت مثلا کامفورت. تنظیم ارتفاع، پایین اومدن ماشین و ESP خاموش روشن اینجا، این 5 تا کلید سمت راست، حالت رانندگی آفرود که زیاد آفرودی نیست حالا براش گذاشتم، ولی حرکت بین خطوط، رادارش، رادار نقطه کور هم که داره جداگونه، و دکمه کیت اگزوز و اتو استارت استوب، 9 تا کلید مجموعا اینا میشن. در مورد آفرود صحبت کردم، برای آفرود موقعی که میذارین روی حالت آفرودی که اینجا نوشته شده ارتفاع ماشین کامل میاد بالا، و دی ای سی هم داره، کنترل حرکت در سر و شیبی. حالا اینجا رو که نگه کردین سرتون رو بالا میگی یهو یه دنیای دیگه، دکمه اینجا، سقف جیر کامل فول جیر، و اینجا سنسور پارک ها، چراغای داخل کنترل میشن، ریموت در پارکینگ باش مچ میشه، و سانروف پانورامیکش، سقف پانورامیک کنترل میشه، کلی دکمه اینجا داریم و اصلا نمیدونه آدم بالا رو نگاه کنه پایین رو نگاه کنه. دو تا کاپولر عمیق، کنسول وسط که USB AUX و خروجی 12 ولت داره. این قسمت هم دوباره یه ورودی برای SCD و SD کارت داره. خیلی اصلا متریالی که داره آدم دوست داره فقط اینجوری دست بزنه لمس کنه لذت ببره از پورشه شتوتگارتی که گفتم یه لول از آلمانیا بالاتر. این قسمت ها که باز میکنی محفظه خنک کن داره داشبوردش، و یه جنس، یه حالت مخمل موکتی اینجا زدن که حرف نداره. یه آینه اینجا داریم که آینه بغلاش اینجوری تا خورده به سمت بالا اسپورت شده، و دیده عقب رو میتونم بگم متوسط داره، خیلی دیده خوبی نداره آینهش. سقفش که بازشو از پانورامیک، و بغل روی درا یه لچکی داریم برای اینکه اون دیده کور رو دوباره پوشش بده و کامل نبنده، خیلی خوبه. آینه به زیبایی هرچه تمامتر نقش بستن کمترین دیده کور رو بهتون میدن، و گفتم که سنسور نقطه کور هم داره این ماشین، اینقدر زیاده تازه من خیلی رو اصلا سانسور میکنم. گرم کن سرد کن صندلی‌ها که جداگونه، و سمت چپ فرمون مثل خیلی از ماشین آلمانی که برای مسابقات لمانش طراحی شدن، هم استارت استوپ ماشین اینجا رقم میخوره و هم کنترل چراغ. البته توی ماشینای جدید مثلا BMW دیدیم که اینام دیگه حذف شدن دکمه‌ای که خیلی من ناراحت شدم، اون نابه باید باشه، اون حس آلمانی، اون اصالته باید حفظ میشد، اینجا فعلا هست. حالا نسخه مدل بالاترش هم به زودی بررسی خواهم کرد، نسخه 2023-24 شو. ولی کربن فایبر اصلا یه چیز دیگه است توی داخل، نه پلاستیک پیانویی، نه چوب، نه هیچی بهش نمیرسه. این ترکیب کربن فایبر با چرم مشکی و کروم مات به شدت سکسی و جذابه. و سیستم صوتی رو تست کنیم، سیستم صوتی برمستر که با آهنگ همیشگیمون برای اینکه کپی رایت نخوره، ببینیم که چی عذاب داریم. لوگوی پورشه میاد روی مونیتور، وای به ماکان، اصلا نگم براتون. سیستم صوتیشو ببینیم، روزایی که
بی تو گذشت، کنار تو بودم و واسه این رفتن تا یه روزی رفت تمام وجودم و نمیدونم کجا ایچه تقیه من یه خاطر بودم و بس نمیدونم از اچه تو دیگه کنم. قدرتش به دوجه نمیرسید، ولی لذتی که این داره دوجه نداشت. چرا؟ صندلی رو جوری میلرزونه که انگار بلنگوه اینجاته، یعنی بلنگوه رو گذاشتن تو کلیهات، انقدر که بیسش شفاف و با کیفیته و هولت میده، اینجوری میکنه خودش. سیستم صوتیش واقعا چیز خوب و خفنی بود. میتونم بگم یه درجه بعد دوج هست از نظر قدرت، ولی از نظر لذت از دوجم بهتر بود، حتی انقدر که خوب بود. این لرزش سنگین سیستم صوتی، بلنگو اینجا، همه جا بلنگو هست، یعنی شما سرتو میچرخونی بلنگو هست، فوق‌العاده خفن بود سیستم صوتی. شما من به نظرم لذت بخش در این سیستم صوتی بود که تا حالا تست کردم. حالا کاری به قوی بودن اینو ندارم که دوج از همه سرتر بود، ولی از همشون لذت بیشتری داشت. بریم سراغ عقب. ردیف عقب که میشینیم نباید انتظار جای زیادی داشته باشیم، مثل بی ام و ایکس 4، مثل مرسدس جی ال سی. جای پا میتونم بگم نرماله و این وسط یه بامپ خیلی گنده برآمدگی داریم، مال گاردان ماشین چهار چرخ محرک و داستانه خودش. دوتا خروجی یو اس بی داریم برای شارژر، دوتا گرم کن داره این عقب، خروجی دریچه هوا، اینا همه چی اوکی. این بغلو که نگاه میکنی کربن فایبر تو کیفیت، اصلا نگم برای برگ ریزون، و اون کروم دستگیره پرده بغلی که اصلا چیز خاصی هم نیست، ولی اون حس وی آی پی بودن رو برای ارزون ترین ماشین پورشه بازم بهتون القا میکنه. و کیفیت چرم صندلی‌ها و البته کنسول وسط که دوتا کاپ هولدرش هم چفت و بند داره و بدون چفت و بند نیست، سرم به سقف میمسه، چسبیده اصلا راحت. یعنی برای که مثل من این عقب باید اینجوری یکم گردنم همیشه جلو باشه، نمیتونه راحت باشه این عقب. ولی این ماشین قرار نیست که خانوادگی مسافرتی باشه، این ماشین قراره که نهایتاً چهار نفر که دوتا بانوی مثلا قد کوتاه عقب باشن و دو نفرم جلو باش بری مسافرتی شمالی جایی لذتشو ببری، یا اینکه نه یکی مثل من فقط با دوست صمیمیش سوار میشه برای اینکه لذت ببره از پورشه. این عقب دوتا مونیتور هم داریم که فابریک مال پورشه هست دیگه، نیومدن یه تبلت بچسبونن اینجا بگم مونیتور رو از این حرفا، و یه دوربین کوچولو هم روشون هست خیلی ریز. روی مونیتور هم خودش فابریک فیلم پورشه سوار هست. و حتی از صد یکم عبور میدیم و یه ترمز سنگی میزنیم. سه و بیست و پنج تایمی که طول کشید از صد به صفر برسه و درگ رو میزنیم. 43 متر آنچنان خوب نبود. 43 متر برای پورشه به نظر من اصلا جالب نیست، اینجوری بگم خوب نیست، خیلی تا حدی میتونم بگم بده، اصلا ترمزش جالب نیست به نسبت پورشه بودن. 11,000 تومان کار کرده ماشین، تو بهترین حالت ممکنم بهش رسیدگی کردن. بعد از نتیجه تست ترمز و ترمزهای ناامید کننده پورشه که از خیلی از ماشینا بدتر بود و میتونم بگم در حد ماشینای چینی بود و جا خوردم، میرسیم به لذت پشت فرمون نشستنش. دکمه هایی که داره، صندلی ها تو انواع جهت ها برای شما کنترل میشن و سردکن صندلی فوق خفنش، فوق العاده سردکن صندلی خنک‌کن و خوبی داره، با اینکه فنه، خبری از گاز کولر و اینجور چیزا نیست. و راحتی رانندگیش، دیده به اطراف، جلو
عقب، عقبش خیلی بگم خوبه نه نیست، میتونم بگم نرمال متوسطه. چیزی که منو خیلی شگفت زده کرد تو این ماشین بحث سیستم تعلیقش بود. انتظار نداشتم اینقدر نرم باشه، یعنی فکر میکردم که این ماشین سیستم تعلیق خشکی داشته باشه به خاطر اون چاشنی اسپورت و پرشه بودن و اینا، ولی اصلا اینجوری نیست. رینگای 21 اینچی لاستیک پیرلی، سواریش به نظر من مثلا میتونم بگم یه پله از فولکس واگن تیگوان بهتره، اونم مال همین خانواده فولکس واگن هست دیگه، مثل پرشه، و از X4 نرمتره. این برای من جالب بود توی این کلاس، سیستم تعلیقش باحال بود. راحتی رانندگیش به خاطر کوچیک بودنش توی شهر باحاله، ولی ماشین 14-15 میلیاردی 10-12 میلیاردی دیگه کسی برای شهر استفاده نمی‌کنه توی ایران متاسفانه. حالا اون وراب باشه یه چیزی، از اونجایی که من کلا عادت ندارم تستا رو با حالت رانندگی نرمال انجام بدم، میذارم روی حالت اسپورت پلاس. ماشین یکم ارتفاعش میخوابه و صدای موتور و اگزاز عوض میشه، کیت اگزاز خودش اتوماتیک روشن میشه و گیر بوکس. تمام این بررسی رو کنار بذارین، گیر بوکس یه سمت، انگار دقیقاً به مغزتون وصله و قبل شما تصمیم میگیره، یعنی شما ارادتون رو میفهمه، حرکت عصبی نمیخواد، ارادتون رو میفهمه برای اینکه چی کار کنه، دنده رو عوض کنه، بذاره بمونه، معکوس بده، نده، کجا میخواین شما معکوس بده، کجا میخواین دنده سبک بشه نشه، اصلا یه چیز عجیب غریبی. و جالبتر از همه بهتون بگم تعویض دنده اصلا توی لحظه، ببینید دنده 5 الان من هستم، یه معکوس میکشم، ببینید سرعت 5 به 2 تعویض دنده ها اصلا حس نمی کنی، فقط حس می کنی داره پرتاب میشه. و توی شتاب 0-100 هم دیدین که چه لانچی میکنه، لانچ کنترلی که داره اصلا یه اینجوری جمع میکنه بوم ول میکنه میره جلو. یعنی بی ام و هر چقدر توی ماشین های دنیا حرف گیر بوکس رو میزنه و لذت رانندگیش هم واقعا حرف نداره، یه پله بلند، خیلی بلند از اون بالاتر گیر بوکس پورشه است. ببینید الان روی حالت اسپورت پلاس هستیم، دنده سبک نمیکنه، با اینکه دور موتور روی 3 است و هی من اینجوری نگه میدارم و این هی داره ادامه میده. روی حالت درایو نرفتیم روی ام یا همون دستی، به محض اینکه شما میزنین دنده رو عوض میکنی خودش حالت دستی رو فعال میکنه و یکم ازش استفاده نکنی دوباره غیر فعال میشه. توی سربالایی خروجی لواسون به سمت لشکرک هستیم و سیستم تعلیق اینجا خودش رو نشون میده که یه پله از تیگوان بهتر و از X4 کلن بهتر و داستانه خودش چقدر سرد کنش خوبه، یعنی انقدر خونک شدم من پشتم انگار داره یخ میزنه. مثلا از نظر شرایط نگهداری پورشه تو کل دنیا هزینه نگهداریش بالاست، اصلا ربطی به ایران نداره، تو ایران هم بالاست، همه جای دنیا هم بالاست، به خاطر همینم هم پورشه تیراژ کمی هم داره، فروشش هم از بقیه محدودتره چون تعدادش کمتره، ولی پورشه هست. یعنی یه جایی یکی یه مدیر خیلی معروفی فلانه میگه پورشه میخرم، بعد اینکه یه مدت پیشرفت کرد و اینجا هم همین قضیه هست. و تعویض دنده ها اصلا من نگم بهتون که چه تعویض دنده ای میکنه، یعنی یه کاری باهاتون میکنه که شما دیوانه بشین از این معکوسایی که میکشه، از 5 به 2، 6 به 2، حتی یه جایی شاید بهتون بگم 7 به 2، دور موتور تا 7000 تا پر میکنه براتون صفحه کیلومتر. این صفحه کیلومتر با این کمربنده دقیقا میدونی مثل چی میاد جلو چشم. یه کت شلوار 10000 دلاری پوشیدین برند مشکی، یه کراوات زرشکی رنگ سنگین زدین باهاش، چون ماشین کلا مشکی، فقط اینو کمربندا اینه که جذابش میکنه این رنگ قرمز رو. و خروجی ماشین شتابی که بهمون داد دیدین که چقدر اختلافش کم بود با کمپانی. و پورشه است، غیر از یه نکته ترمزش که لنتا کاملا سالم، نو فابریک، دیسک کاملا سالم، که اصلا مال خودشه دیگه، به هر حال ارزون ترین محصول پورشه است، قرار نیست که مثل 911 و مثلا پانامرای توربو اس اینا باشه، ولی غیر از اون
واقعا لذت بخشه و امیدوارم که اونایی که عاشق این سبک ماشینن بتونن یه روزی سوارش بشن و این لذت رو تجربه کنن. پیچه لواسون رو به خاطر سری شرایطی که نمیتونم بگم فیلمشو نمیذارم، اونم به خاطر حالا یه سری داستانا هست که فیلمش اگه پخش بشه شاید یه سری مشکلات برامون پیش بیاد، اما هندلینگش از تیگوان یه پله بهتر، از ایکسفور که خیلی بهتر از آن، ایکسفور در حد این نیست هندلینگش، از تیگوان یه پله بهتره، مشخصات فنیش هم از اون بهتره، ولی بعضی جاها یکم جلوش در میره، خیلی ریز. اونم به خاطر اینه که ماشین ارزون پورشه هست و انتظار مثلا 718 و 911 نباید از این داشت. بریم کشش سربالایی رو ببینیم و برگردیم و تمومش کنیم. برای کشش سربالایی سرعت 80 تا زیر دوربین و از دوربین به بعد چه معکوسی میکشه، چه معکوسی. مجبوریم این حرکت رو بزنیم دیگه. 130 تا به سیبیه رو چجوری رفت ازن گم شدی. خیلی خفن شد این صحنه. پورشه و سیبی وایستاده ما بریم. خیلی شلوغه ولی تا 150-60 رو میاد اینجا راحت. بعد سی بی ان داره پا به پای ما میاد. برای جنبندی اصلا بودجهش رو ول کنین، قیمتاش خیلی سرسام آوره، کمتر کسی میتونه اینا رو بخره، ولی یکی از بهترین ماشینایی بود که از نظر گیربکسی میتونم بگم بهترین ماشین بود از نظر گیربکسی هستن تا حالا تست کردم، از نظر لذت رانندگی و امکانات و دکمه بازی واقعا حال داد. یک کراسوور خونوادگی که چاشنی اسپورت داره و DNA پورشه رو حفظ کرده و اون المان‌های خاص طراحیش. شما بگین که مثل من لذت بردین از این ماشین یا نه، مثلا حستون رو بگین به این ماشین چه حسی داشتین. امیدوارم که ماشین‌های بهتر و بروزتر هم بتونیم بذاریم و ماشین آرزوهاتون رو بتونین سوار بشین. تا یه ویدیو دیگه بدید.